بیا هم ستړي مشي خدای وکړه چې سهار مو نیکمرغه وي. را سره خپرونه کې د میلمه برخه ده او نننۍ خپرونه کې مو شاعر او لیکوال ډاکټر احمد زکی افغانیار پوپل میلمه دی. له ده سره به د ده په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې اترې کوو چې په کومه برخه کې د شاعري کوي، غزل لیکي، نظم لیکي، دا به له ده پوښتو. پوپل صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی. ستړي مشی، په خیر راغلی خپرونې ته. به نام خالق جان آفرینی که عشق آموزد از گیتی چنینی، فلک بنیاد را ویبال کرده چنین افزودنی از خاک کرده. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و خدمت تک تک بیننده های عزیزی که همین اکنون ما را بیننده هستند. امید است که صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشند. تشکر، خیر باشید. بیر منن پوپل صاحب، داره تا وای چه زدکر مترکومی کچی پوری کری او دیوات پا کم ولایت که زیگیدلی هسته؟ بخش تحصیلی را که بگویم ما فعلا محصول طب هستم و در هرات، ولایت هرات و شهرک اسلام قلعه به دنیا آمده. دیر خواه در هرات خلق و پاڑا بانیم بیلا بیل روایت دی و ای ذهنن دوی دا سیدی چه شعرانه طبیعت لری او دیر زر بام په شیر باندې پوئیږي، هم ژر شعر لیکلی سي. د خپلې کورنۍ راته وایي چې بل څوک هم شاعر شته که یوازې نه شاعر تاسو یې؟ خب اعضای فامیل ما، پدر بزرگوارم خدا رحمتشان کنند و خلیفه صاحب طریقت نقشبندی شریف بودند و ما به علم و عرفان زیاد یک ارادت خاص داریم. به همون شکل ما در یک خانواده بزرگ شدیم که احترام زیادی به عرفای کشور و به علمای کشور داشتند و یک خانواده بودیم که همیشه با مردم خود از نزدیک دیدن داشتیم. در جرگاه های قومی از زمان خورترکی نشست داشتیم و همیشه یاد وطن و عشق وطن همیشه در فکر ما و در خاطر ما بوده و همیشه به ما ایرا مختاندن که ما باید روزگار به وطن خود خدمت کنیم و چگونه میتانیم کشور خود را از بحران ها خلاص بسازیم و به مو شکل ما را آموختاندن. ما در یک خانواده بزرگ شدیم که همیشه علم و عرفان را بالاتر از همه چیز داشتن، چرا که میگن که علم است که انسان را از جهل و از تاریکی ها به دور می داره و باعث از این میشه که تا ما بتانیم خود را نه تنها بلکه افراد زیادی همچون خود را به تعالی و به روی رویش بهتر سوق بدیم. بله، هر چیزی که هست در منشأش اعضای فامیل انسان است. یعنی اولین جایی که انسان به دنیا می آید و اولین اجتماعی هست که انسان در او دخیل می باشه. اگر این اجتماع انسان را به هر سمتی که سوق بده به همون شکل می باشه، به قسمی که اگر ما شاهد از این باشم، اگر درخت را از زمانی که نو بالا می آید او را اگر او را درست شانده نشود، او به شکل کج و نامنظم رشد می کنه. اما اگر درخت را یک نهالشانی باشه که به شکل درست او را بشانه و به شکل درست آبیاری بکنه، او به خیلی زودی میوهش پرثمر میشه و افراد زیاد میتونن از اون مستمر شون. انسان هم گونه است. بسیار خوب. پوپل صاحب، دغه راته وایي چې له کله نه مو شاعري پیل کړې ده او څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ خب من این مدت 2 سال میشه که شعر را به شکل حرفه‌ای یعنی نوشته میکنم و نه تنها به شعر بلکه درس های سیاسی کشور و همچنین در کارهای فرهنگی کشور هم به شکل عملا دخیل هستیم و شعر و شاعری هم به اساس نمو است که عشقی که به وطن داشتیم و به خاطر امی که ما بتانیم چگونه به مردم خود خدمت بکنیم و چگونه در زندگی این دنیا بر ابدا ابد باقی بمانیم. یعنی یک شعار همیشگی دارم که من در اکثریت رسانه ها یاد میکنم، ای است میگم انسان اگر میخواهد برای ابدا ابد در این دنیا باقی بمانه، یا باید چیزی را بنویسند که ارزش خواندن را داشته باشه، یا باید کاری را بکنند که ارزش نوشتن را داشته باشه. بسیار خوب. خب در اصل از شاعرای را من زیادتر شعرهایشان را دوست دارم که در او یک معنا و مفهومی باشه برای فهماندن ای که انسان چرا و به هستی کائنات پای خود را گذاشته و هدف شعرهایشان و مفهوم و مضمون شعرشان دهی باشه که انسان را به طرف یک تعالی سوق بده، یعنی به انسان انگیزه بده و روحیه بده که چرا دلیل خلق انسان چی بوده و راههایی را به انسان در شعر نشان بده که از او بتانی انسان بهره ببری. نه شعرهایی را که ما اکثرا در نسل جوان شاهد هستیم که شعری را که باید بنویسن تا یک جوان دیگه از او بیاموزه و
و یا در کلمات خود کسی از او استفاده بکنه اکثرا نیست. بسیار خوب، اگر مشخصا بگوین در زبان دری یا در زبان پشتو، مثلا در دو زبان ما شاعرای موفق داریم و خصوصا او شاعرایی که در کشور ما بود شعر خوانده، ایدری وجودی، روحی شاد که چند روز پیش یا چند هفته پیش وفات کرد و پیش از اون ما شاعرای خیلی موفق کشور داریم، کدام یک زیاد مطالعه میکنید؟ از من اکثرا شعرهایی را که مطالعه میکنم از عرفای قدیم هستند، یعنی شعرهای مولانا هم چون شعرهای بیدل، شعرهای رودکی اکثرا مطالعه میکنم و از استاد حیدر وجودی را رویشان شاد باشه و زمیجا به فامیلشان هم بازم تسلیت عرض می دارم. استاد حیدر وجودی واقعا یکی از اشخاصی بودن که به علم و عرفان کشور خیلی کوشش کردن به خاطر رونق بخشیدنشان، یعنی هستیشان را در امیر را خرج کردن که ما هم ویدیوهای اخیرشان را که من خودم هم در صفحات مجازی پخش کردم از استاد که واقعا در او یک درد بودن و یک انگیزه را به انسان نشان میده که یعنی شما باید هدفمند باشین در زندگی که تا هر عرصه ای که باشین باید شما کوشش بکنین تا ای که انسان ها از او چیز را بیاموزن و استاد اگر امروز نیست اما کسی فکر نمیکنه کوانه، چرا که شعرهایشان که در هر جای خوانده میشه و دکلمه میشه استاد سرزنده نگاه میکنه. مولانا را امروز کسی نمیگه که نیست، بلکه هر زمان که نامش بلند میشه حتما میگن مولانا هست، تنازه وجود داره. بالکل بلکل رازاینو پوپل صاحب رو لطاس خب یا شعر نظم را توای غزل را توای عرص چوی اختیار تاست؟ چرا نه، یکی از شعرهای که من میخوایم فعلا در اول برنامه دکلمه بکنم به نام جوانی است. میشنم که از دوستا خواهش میکنم که به معنای ازی به شکل مفهوم و دقیقش انشالله انشالله اطمان پارچه بگیرین که تکلیف نشود. باز بگذشت از جوانی ها دو روز، عاقبت یاران شدن پیر و چروک. در دلم یاران جوانتر می شدند، در دلم یاران جوانتر می شدند، خارها با گل فزونتر می شدند. حیف صد حیف بادا بر تبر، حیف صد حیف بادا بر تبر، چون زند بر ریشه خود تیزتر. هرچرا آموختیم اندوختیم آخر تهی، هرچرا آموختیم مندوختیم آخر تهی، کوزه دارد ساز با جان گلی. باز می آید ندای ناله جنگل به گوش، باز می آید ندای ناله جنگل به گوش، در درونم جنگ و خود هستم خموش. صحنه سازی ها همه از دست اوست، آخرش جنگل بده هر گفتگوست. تا به کی این گونه باشم سوت و کور، تا به کی این گونه باشم سوت و کور، خاک از من چرا هستم خموش. شیر و شیران در درونم خفته اند، بیندایم چون گل پژمرده اند، تا به کی اینجا شغال گوید سخن، تا به کی شیران ما بیغرشند، تا به کی کوشش و جهد و تلاش از نام شیر، کوشش و جهد و تلاش از نام شیر، تا به کی مسمر سمر از گرگ پیر. تا به کی ناله ها و جنگ خون مال من است، شیر و شربت گلگلاب از دیگر است. وای افسوس است بر حال تو دوست، جنگل تو اندر چنگ کفتار و کفور.
از فغان افغانی یار سودی نباشد در میان. از فغان افغانی یار سودی نباشد در میان، حق بخواه تا حد شناست ناسپاس. آها آها آها، بگوین افغانیار صاحب، ماشاءالله بسیار هم تو شعر قوی بود، اگر از لحاظ معنا صحیح کنیم، اگر از لحاظ الفاظ صحیح کنیم، یا از لحاظ بدی و معنیشن، در ادبیات هم مطالعه دارین؟ یعنی مطالعه نکدین در ادبیات، مو شعرهایی که مطالعه کدین نظر با مو شعر نوشته میکنین؟ نه، من شعرها را که از زمانی که من شعر نوشته کرده بودم ادبیات به شکل کلی نخوندم، چرا که رشته ما طب است یعنی، و این یک چیزی است که استعداد خدادادی که میگن، یعنی مو استعداد است که ما شعرها را نوشته میکنیم، و در آغازم که گفتم ما زمانی را که گفتم شعر را می نویسم، میخوایم که در ذهن خواننده خود یک جایگاهی را باز بکنم که وقتی که شعر مرا میشنوند وقت از وا ضایع نشود. ما اگر یک مثال کوچک بر شما بگویم، به طور اگر یک انسان به شکل عموم 72 سال عمر بکنه، 72 سال عمر بکنه، در طول 72 سال به شبانه روز 8 ساعت متداوم بخوابه به شکل درست، اگر ما این را ضرب بزنیم به طول 72 سال، 22 سال عمر خود را این شخص کاملا خواب بوده. بلکل 22 سال عمر خود کاملا خواب بوده. پس زمانی که ما میخواییم که بر کشور خود، بر خود خدمت بکنیم و در دنیا جایگاه را بر خود قرار بدیم، پس باید ما به خاطر آینده های خود کوشش بکنیم از هر شکلی که میشه، چی از لحاظ طبابت اگر باشه، چی از لحاظ سیاسی باشه و چی از لحاظ اجتماعی، ما باید کار را بکنیم که بر آینده های خود درس باشیم و بگویند چنین افرادی بودن که به خاطر ما کوشش کردن. ما این شعر که نوشته کردیم ساعت 1:30 شب بوده، به تاریخ 11 همین ماه. یعنی ما همیشه به خاطر همی وطن میگیم باید ما کوشش بکنیم، هر کس در راستای خود، اگر سیاستمدار رشته خودش باشه و کار سیاسی خود را بکنه، اگر طبیب کار خود را بکنه و فعال مدنی کار خود را بکنه، ما هیچ وقت مشکل در وطن نمی داشتیم. امروزه که کار به اهلش سپرده نمیشه و به جای اهل کار به کسی که رشتهش نیست سپرده میشه، بدبختی های وطن ما کلا از نمو است. یک چیز که دیگه هم بگویم، پوپل صاحب، شما در هرات طبعا زندگی کردین، از اوجا کلان شدین، در اوجا یعنی اقل تلوی شوی ایوات تا در خدمت بازدار و گرزیده زوان شوی شاعری مشروع کرد، زموگ دری جبی ورونه شاعران چه در دیر و شیرونه مگورو تاس گونده سوچنه، یا تا تاس بانه لنور و ولیتونو ناغیز در ایران هم زیاد ده، ازه که سر نزدیک پراته است، باید ستاس پر شیر که دیر ایرانی لغاتونه به دیر ایرانی لغاتونه دیزینو شیر که گورو توصیه مصده اگو شاعرانو تا. ما میگیم باید کسایی که میخواین بر کشور خود خدمت باشن، اولا باید امو اگر به هر تحت تاثیر هر زبانی که رفتن، اول خود کوشش بکنن از اینجا بکشن و کوشش بکنن ادبیات خود را قوی بسازن، چه از لحاظ پشتوست، چه از لحاظ دریست و هر زبان دیگه ما که هست. امروز اکثرا ما شاهد هزیه هستیم که ما از اینجا به خاطر از اینکه برنامه با کل مردم است، ما یک انتقاد میکنم به اکثرا جوانای ما که در رده های بالا چی هستن، چی در رده های پایین هستن، به جای از اینکه ادبیات خود را نشان بتن، تا امو یک طفل کوچکی که در خانه است و صدای زیر مشنوند، یا باید ادبیات خود را یاد بگیرند، بیشتر از ادبیات جهان غرب استفاده میکنند یا از کشورهای بیگانه استفاده میکنند، که ما میبینیم به جای استفاده از کلمه فارسی از کلمه انگلیسی استفاده میکنند. نمیگن بله، بله شیرین تر است، چرا که کلگی میفهمن، میگن اوکی. خب پس زمانی که ما خود ما خود را به این وادار نمی سازیم که باید به کشور خود، به زبان خود احترام بگذاریم، دیگه ممالک چگونه بر ما احترام بگذارند؟ ما اکثرا شاهد بودیم افغانایی که واقعا افغان بودند و در کشورهای خارجی به شکل
رسمی رفتن نه به شکل غیر قانونی، احترام زیادی دارن در بین کشورها. این یک جنگ فکری است که جوانان را سردرگم ساخته که کشورهای ممالک غربی شما را زیاد میگن تروریست هستین و دهشت افغان هستین. امسال چهار دهه جنگ در کشور منتشر شده، عملا کل کشورها سیاست افغانستان را فهمیدن که به کدام طرف روان است، یعنی کلگی میدانن که مردم عادی در هیچ دخالتی نداره، هر چیزی که هست از طرف کشورهای بیگانه ایجا چی میشه دخیل میشه، دستاندازی ها صورت میگیره. یعنی بالکل افغانیار صاحب ریختی هم همداسی ده، از مگ دیره ورونه البته په پښتو ژبه کې انګلیسي ته وخت ورکوي یا اردو ترې ویل کېږي، بیادري کې ستونزه همدا ده چې ډېری د ایراني لهجې ته ورځي او دوی ته یو ډول دا ښه ښکاري، وایي چې فکر کوي چې ممکن دې سره عصریتوب د ما نه باید اصلا تقلید کنیم زبان بقیه را، یعنی اگر ما چیزی هستیم باید از خود باشیم، یعنی امروزه اگر کسی میخواد خودش باشه او نباید از نام پدر خود به پیش بره، از نام برادر خود به پیش بره، بگویم من فرزند فلانیستم، چرا نگویم من فلانیستم، یعنی افتخار کردیم من فرزند فلانی هستم به این افتخارم، نه به خاطر از اینکه بگویم که من فرزند فلانیستم شما باید مرا احترام بکنین، من فرزند فلان رهبر هستم باید دست پدرم ممکن میبوسیدین دست مرا ببوسین، نه خیر، تو باید اول خودت بسازی که خودت به گفته ما چند مرده چقدر کار انجام داده میتونی. بسیار خوب، میم پوپل صاحب میشنم یک شعر دیگه. چرا نه، این شعری که میخوایم بخونم به نام معنا و نامحناست. دوست من ناخوانده امضایی مکن، دوست من ناخوانده امضایی مکن، فهم آن را گر نداری کاغذی را وا مکن. واه این همه لطف جهان تا آخرش با تو که نیست، این همه لطف جهان تا آخرش با تو که نیست، گر مسلمانی قلوب بنگر ز حق حاشا مکن. من میان قلب خود ز عشق نهالی کاشته ام، من میان قلب خود ز عشق نهالی کاشته ام، همچون نی باش و به جز نای ناله سرنا مکن. میزبان عشق است و بی عشق ناله ها را منتها، میزبان عشق است و بی عشق ناله ها را منتها، گر نباشی عاشق و شیدا کسی را یاد مکن. گر ندانی دانش تفکیک دل خامی مکن، گر نداری دانش تفکیک دل خامی مکن، خام باشد ولی پخته ز پخته پخته تر. گر نداری طاقت نیک و بدی غوغا مکن، گر نداری طاقت نیک و بدی غوغا مکن، هیچگاه عشق کسی بی معرفت معنا و نامحنا مکن. بسیار خوب، بسیار خوب، چقدر که بگویی اموقع خوب. گفتین که نویسنده هم هستین، علاوه بر شعر و شاعری در کدام عرصه لیکوالی میکنین یا نویسندگی میکنین؟ اصلا من رمان مینوشتم، دو سال پیش من رمان رو به نام شب زیر نور خورشید نوشته کرده بودم که متاسفانه زمانی که در خارج از کشور بودیم و حاجی پدرم شما وفات کرد از پیشم گم شد و دوباره نوشته های رو من روی دست دارم، کتاب نوشتیم و یک کتاب دیگه هم روی دست دارم، به خاطر که قرنطین شد ما نتونستیم او را به چاپ برسانیم، به خاطر از این کال امروزه شکل شده اکثرا مشکلاتی که یک مشکل در کشور ما میه همراه خود چندین مشکل دیگر را به همراه میسازه، یعنی امروزه یک مشکل مریضی آمد که مریضی کرونا بود به همراه خود صدها مشکل دیگر آورد که عملا ما میبینیم هیچ جای باز نیست و هیچ چیز به شکل کارکردهای درست خود را انجام نمیتن، از همین بزرگای کشور ما گرفته تا سطح پایین هر کدام در رسانه چیخ میزنن میگن که دوستای ما شما حفظ صحه را مراعات کنین و دو متر از یکی دیگر فاصله داشته باشین، اما متاسفانه خودشانه که عملا میبینی خودشان اون کار را انجام نمیتن و باز به دوستای ما میگن که این کار انجام بدین، ولی ما که میگیم حفظ الصحه تان مراعات بکنین دیگه مشکلی نیست، هم
پوپل صاحب گفتن که کتاب چاپ بکنین بخیر بله. دبین نزدی کتاب شعر و شاعری تان است یا کتاب نویسندگی؟ در اول میخوام کتاب شعر و شاعری را به نام سخنان دل چاپ کنم. سخنان دل بله، شعر و سخنان شاعری دل شعر است. بله. بسیار خوب. چند تا شعر برایشان؟ بیشتر از 500 شعر نوشته کردیم. اوه ماشاءالله ماشاءالله. در 2 سال بخیر 500. بله. شاعری تان با کدام استاد هم دادین؟ دیده ندیده؟ استادایی که اکثرا ما دادیم دیدن واقعا خوش کردن و وقتی که شنیدن گفتن ما این سبک شعر شعر کلاسیک هم ما اصلا میگه در کشور کلا کم داریم، مگر شعرهای سبک کلاسیک دارن، سبک قدیمه. باز اکثرا میبینن میگن ما خیلی خوش میشیم به جوانای همچین شما طوال اهل میتونن سبک کلاسیک بنویسن. امروزه کل دوستای ما شعر نو یا شعر سپید مینویسن یا و از شعر کلاسیک کاملا دور شدن و خوشبختانه اگه ما هم یکی از شاگردای راه انمی را هستیم و می خواهیم شعرهای ما همون گونه که شعرهای مولانا و بیدل و ما باقی هست، شعرهای ما هم در صد شعرهای از او خدا کنه بسیار خوب. قرار بگیر بسیار خوب. از او کلا چه ده هرات نوم اخیستل که اینو دیگه از دود و دستور و انانات و دغا خوشنویسی ورتا وی دیتا ورتا نور چه مگه هرات تا گور دیر پخانه تاریخ سمو تا ذهن که رازی آلتا دای ده شعران و مجلس سنگه دای تا سرا طولیگی سرا شیرو نوایی کلا کلا مجلس نیسه شعران را جمع کیگی؟ بله ها، در هرات بسیار از این مجالس برپا میشه، اکثرا افرادی که به خاطر آینده خود یک هدفی را دارن و تنها شعر از بود از ای که یک معنای مفهوم کلیش نمیبینن که در رو چی است. بعضن که دوستایی که ما که نام عشق شنیده میشه و یک تعریف خاصی را میکنن، در حالی که اگر ما ببینیم او عشق فرق داره، خصوصا در مجالس عرفانی که گفتم دوستای ما که مثلا طریقت یا آگاهی داشتن او همیشه در روی نعت ها و حمد های همیشه خوانده میشه که بسیار انسان را جذب میکنه و اصلا در سطح دیگه قرار میده، یعنی انگیزه فکری و درونی انسان را بالا میبره و انسان را به زندگی بیشتر و بیشتر چی میکنه وابسته میسازه، به خاطر از اینکه تلاش بکنی و انسان را از ناملایمات به دور میسازه و وادار به این میسازه تا ما بیشتر و بیشتر به خاطر آینده مابقی افراد و به خاطر آینده نسل بعدی خود کوشش بکنه. ما در حالی که حال جوان هستیم بازم میگیم نسل آینده، به خاطر که میدانیم که یک روز نه یک روز انسان ها هم میمیرن، پس چی بهتر است که ما یک دستاورد به خاطر کشور خود، به خاطر مملکت خود و به خاطر هموطنان خود داشته باشیم. بسیار خوب بسیار خوب. پوپل صاحب میایم علاوه به سبک کلاسیک غزل هم نوشته کنیم؟ بله، شعرهای غزل هم دارم. خب چند تا غزل نوشته کرده؟ غزل هم زیاد نوشته کرده. غزل میگه یک قسم آدم گنگس و گل میکنه وقتی که غزل نوشته میکنه، خصوصا شاعرای پشتوی ما میگه که نوشته کردن غزل نسبت به نظم و به دیگه سبکا بسیار مشکل است. چطور است دادری؟ من سبک غزلم اگه چی نباشه بسیار خوب است. من امروز خاص خاص ما در هر برنامه که همیشه در هر تلویزیون که رفتیم ما چیز جدید براشون گفتیم، یعنی چیزهای گذشته را هیچ وقت نخوندیم و خواستیم یک سبک جدید را از جوانان نشان بدم که به خاطر که بر روحیه و فکر مردم ما تاثیر بگذاره، مطابق به زمان این کار انجام دادیم. یعنی بیشترن باز ما شعرهای غزل را که اکثرا میخونم در ویژه برنامه هایی که دعوت میشم اکثرا در اونجا میباشه و اکثرا مطابق به اوضاع خود روال جامعه بیشتر چی میشه که شعرها رو چی میکنه. بسیار خوب، میشنویم غزل اخیری تان. غزل میگن، نظم میگن، یاد امی سبکی که شما شاعری میکنین، سبک کلاسیک ازی میگن. مهربانی. در آخر این یک این شعر من میخوام تقدیم بسیار شما بکنم. خوب، ما هم گوش میکنیم. زدیده دوری یارا کجایی؟ زدیده زدیده دوری یارا کجایی؟ به یاد خود به خاطر جان فزایی. و مرا عالم ندارد بوی مستی، مرا که تا باشی مرا مستی تو هستی. و مرا عالم ندارد، مرا عالم ندارد بوی مستی، که تا باشی مرا مستی تو هستی. و اگر با دل نظر داری همی کن، که تا مایی ما عالم جان مایی. اگر با دل، اگر با دل نظر داری همی کن، که تا مایی ما عالم جان مایی. و و و و ماشاءالله، تشکر، ډیر مننه. خوشحال اوسئ درنو لیدونکو، راسره نننۍ خپرونه کې ډاکټر احمد زکی افغانیار پوپل
میلمه و د ډاکټرۍ یا د طب ترڅنګ اخته دی په شعر او شاعرۍ باندې هم، او د ډاکټري طبیعت سره سره شعرونه هم لیکي. په کلاسیک صاحب کور سره مثنوي او غزل کې هم لوی لاس لري، وایي چې شاعري پکې کولی شي او هیوادوالو ته له دې لارې هم خدمت کولی شي. خصوصا ډېری وختونه وایي د ټولنې دردونه راټولوم او هغه تر هیوادوالو ورسوم. دی دې په خپله چاره کې بریالی وي، ژوند کې ورته ډېر پرمختګونه غواړو. تشکر کې به آمدین به برنامه بسیار زیات وخت تان به ما دادین. نو درنو لیدونکو له تاسې هم خواهش کوو چې تر وروستیو شېبو راسره خپرونه وڅارئ. بل میلمه به هم راځي. اوس د لنډې دمې وخت دی، زو لنډې دمې ته لنډه دما اخلو او له دمې وروسته بېرته راګرځو خپرونې ته. تاسو مو هم ملتیا وکړئ تر 9 بجو.